احتمالا خیلی از شماهایی که دنبال آزادی ایران هستید پیش خودتون فکر میکنید که چرا توی این 45 سال علیرغم خیزش های متعددی که در ایران شکل گرفت، مردم اومدن بها دادن، خون های زیادی ریخته شد، تاوان های زیادی مردم رو دادن، چرا همچنان مردم ایران پیروز نشدن بر یک اهریمن ایران ستیزی به اسم جمهوری اسلامی؟ بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. در جهان در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروش در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با قسمت‌های مختلف با شهرداری‌ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیاد به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه در خانه بنشینم در طول 5 سال سفارتم در نیویورک، به گفته همه اونچنان فعال بودم که همه احساس میکردن که باید با من هماهنگ کنن. خدا کمکی کرد، در آن زمان توانستم وظایفی رو که به عهده‌ام بود عمل کنم و سابقه بدی هم در این زمینه ندارم و بارها مورد تشویق و تقدیر مقام معظم رهبری برای تلاش‌هایم در نیویورک قرار گرفتم. اگر دوستان در این زمینه شکی دارن میتوانند از دفتر ایشون سوال بکنند. روابط که شما فرمودید در آمریکا هیچ کس علیه السلام نیست. شما یا باید در منزل بنشینید یا باید با گروه‌های مختلف آمریکایی ارتباط برقرار کنید. من وظیفه‌ام به عنوان سفیر جمهوری اسلامی با توجه به اختیاراتی که داشتم این بود که با همه افرادی که در واقع امکان استفاده از اونها در جهت منافع ملی هست ارتباط برقرار کنم و با کمال افتخار، نه اینکه از این کار خوشم بیاد، ولی به عنوان وظیفه با کمال افتخار این کار رو انجام دادم. خوشحالم که دستاوردهای بسیار خوبی در زمان سفارتم در سازمان ملل متحد داشتم تا جایی که وقتی من نمایندگی رو خب همونجوری که جواد ظریف داره اعلام میکنه، از 1381 تا 86 میره آمریکا، با بنیاد سروس ارتباط میگیره و اولین پایه‌های اپوزیسیون فیک جمهوری اسلامی رو در آمریکا بنا میکنه. به نظرتون جواد ظریف رفته با جورج سروس آمریکایی، شیطان بزرگ مخالف جمهوری اسلامی، جمهوری سروسی که تو سابقه‌اش انواع و اقسام جنایت‌ها تحت نام دموکراسی انجام میشه، کشورهای تیکه پاره میشن، خونریزی‌های انجام میشه، رفتن با هم چیکار کنن؟ رفتن با هم آش حلیم نه هم بزنن، نظری امام حسین بدن یا نه؟ رفتن زیر بناهای اندیشکده ها، بنیاد ها، لابی ها و جریان های فیک اپوزیسیون رو درست کنن. دقت کنید این تاریخ 1381 تا 86، قبلش اگه نگاه کنید در آمریکا ما نه بنیادی داریم، نه مؤسسه ای داریم به نام مخالف، نه اندیشکده ای داریم، نه کرسی دانشگاهی داریم، هیچی نداریم. اما بعد از این سفر جواد ظریف و ماموریتش، شما شاهد حضور یک اپوزیسیون جدید، شیک، بنیادها، مؤسسه ها، اندیشکده ها و دانان های لابی قدرتمندی در آمریکا میشید که از قضا ادعا میکنن که ما مخالف جمهوری اسلامی هم هستیم. حالا بریم یه اعتراف از یکی از مهرهای خود جمهوری اسلامی که از قضا نور چشمی سروس هست رو با هم ببینیم. برگردیم. چرا هیچ وقت از ایران خارج نشدید؟ پیشنهادی داشتید از خارج از کشور بعد از این اتفاقاتی که افتاد که آقای تایید زاده مثلا بیا فلان شبکه برای ما کارشناس شو، بیا اینجا تو فلان اندیشکده دانشگاه تدریس کن، یک پیشنهاد داشتید؟ اولی پیشنهادم بازجو دادن، بازجوهاش سازگارا بود، توضیح میدادید گوجه اصلا توضیح داد که ما چجوری راه باز کردیم که آقای سازگارا بره آمریکا. حتی که 2-3 بار گفت، پیش گفتم که ببین اگه اینا رو میگی که منم بگم که منم آمادم برم. این تابستون 88، من از ایران تکون نمیخورم، من همینجا
بنابراین اون فکری که مثلا من راه رو باز کنید که خودم و خانوادم و چون توضیح میداد چجوری خودش فرستادیم، خانمش چجوری براش فراهم کردیم، ویزای پسرش رو چجوری گرفتیم، نام پوشن گذرنامش و غیره، گفتم همینجا ایران میمونم و اصلا علاقه ندارم. خب همینجوری که مصطفی خارزاده اعلام میکنه، بازجو یعنی مأمور امنیتی مخالفان جمهوری اسلامی رو در ظاهر، مخالفان ظاهری حکومتی رو آماده میکنن میفرستن آمریکا در این اندیشکده ها و بنیادهایی که جواد ظریف پایه‌گذاری کرده بود و نقش اپوزیسیون رو ایفا میکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی مأمورانش رو میفرسته، بعضیاشون این ور بودن، بعضیاشون اون میفرسته اون ور در نقش اپوزیسیون، برای اینکه بتونن مردم رو سر کار بذارن. حالا بریم یه صحبت دیگه از یکی از وزیران اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد کاری که جواد ظریف انجام داد و بعد حرکت هایی که جمهوری اسلامی در مقابل اون انجام داد، مهره هایی که ارسال کرد توی اپوزیسیون به نقش خبرنگار، بازرگان و بعد همه مدعی مخالفت با جمهوری اسلامی، اما در دقیقه 90 که جمهوری اسلامی نیاز داره مردم رو، خیزش مردم رو بفرسته تو باقالیا یا سرکوب کنه، همه اینها میشن مخالف جمهوری اسلامی و از قضا همشون در به قول معروف نهایت میشن مخالف حکومت پادشاهی، یعنی تنها آلترناتیو ملت ایران رضا شاه دوم. بریم صحبت این آخوند وزیر اطلاعات رو هم بشنوید. هم رنگدار شده باشه وزارت اطلاعات پوشش لازم داره برای جمع آوری اطلاعات، چه در داخل چه در خارج. یعنی مثلا ما که یه مأمور اطلاعاتی نمیفرستیم بره فرض کنید که آلمان یا روسیه یا آمریکا بگه خب من از وزارت اطلاعات هستم لطفاً اطلاعاتتون رو بنده بدید، در پوشش کار بازرگانی یا پوشش بیشتر شغلای شما خبرنگاری، خب خبرنگارا خیلی هاشون عوامل مثلا درآمدی که نداره یه خبرنگاری باید با یه سرویسی هر شوخی مبرم همه با شرافت قلم بالاتر از هست. من قبول دارم ولی بالاخره این پوشش لازم داره، اطلاعات هم شرافت داره، بی شرافتی نیست. برای کشورش کسی بخواد کار بکنه. خب حالا شاید بهتر دستتون بیاد که جمهوری اسلامی چگونه تونسته با کمک مافیای جهانی توی این 45 سال یا حداقل توی 25 6 سال گذشته با این همه پتانسیل انقلاب در مردم ایران، این همه نارضایتی، این همه فشار، این همه گرونی و بدبختی، چطور تونسته از همه خیزش های ملت ایران به قول معروف ماهی بگیره و همچنان سرپا بمونه و ملت سرخورده ایران بمونن و که اینکه ما نمیتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. نه، داستان از این قرار دوستان که جمهوری اسلامی اپوزیسیونش رو خودش درست میکنه و این تزیه که سالیان سال حتی زمانی که اسرائیل رو در خاورمیانه اینها تخمش رو کاشتن، اپوزیسیونش رو خودش درست کردن، مخالفانش رو خودشون درست کردن، مثل حزب الله و حماس و عمل و امثال این جکوجه نبران. و این تزیه که شما دشمنت رو خودت بساز، مدیریتش کن تا بتونی به بقای خودت کمک کنی، خشم جامعه رو سرکوب کنی و به اهداف بلند مدتت برسی. حالا به نظر شما در طول این سالها و کل این جریان‌های اپوزیسیون چرا همه آدم‌هایی که دسته دسته از جمهوری اسلامی خارج شدن، چه تحکیم وحدتی، چه اصلاح طلب، چه اصولگراش، چه میانه روش، چه تندروش، چه هر زهرماری دیگرش، اینا آمدن در آمریکا و صاحب کرسی شدن، صاحب مقام شدن، پست گرفتن و نقش اپوزیسیون رو بازی کردن و از قضا اتفاقا جزو لیدرهای اپوزیسیونی هم خودشون معرفی می‌کنن. داستان اینه دوست عزیز من. حالا اگر راه تشخیصش رو میخوای ببینی که چجوری ما این حصار پولادین جمهوری اهریمنی و مافیای سروس رو از دور ملت ایران باز کنیم یا بشکنیم یا بتره کنیم، راهش اینه نصیحت پادشاه رو گوش کنید، ببینید پادشاه چی داره میگه و اگر درست دقت کنید دیگه فریب اینی که این آدم ها اطراف پادشاه هن، این آدم ها دوست پادشاه هن، این آدم ها پادشاه در نشستش رو شرکت کرده رو نمیخورید. یک کد بسیار مهم داره بهتون میده، آدم هایی که حتی یک روز، حتی یک شب نون جمهوری اهریمنی تروریستی رو خوردن بهشون باور نکنید، بهشون اعتماد نکنید، چون اینها همشون توی همون لابی های آمریکا، شورای ایرانیان آمریکا و شورای ایرانیان رو نمیدونن فلان، اندیشکده فلان، اندیشکده هاتسون و انواع و اقسام این اندیشکده، اینها آدم هایی هستند که برای جمهوری اسلامی کار میکنن. بریم نصیحت یا توصیه پادشاه رو با هم بشنویم.
کسانی که مورد اعتماد مردم هستند، کسانی که کوچکترین آلودگی با این نظام ندارن، چون همه چیز برمیگرده به مشروعیت و اعتماد مردم. اگر امروز شاید سهه به خصوصی رو شخصی مثل من هست، حداقل میتونم بگم که شاید دلیل اصلیش هستش که از هر کسی بیشتر فکر میکنن که میتونن به من اعتماد بکنن، چون نه من انقلابی بودم، نه دستم به این رژیم آلوده بود، و بنابراین این خودش فاکتور تشخیص خیلی کلیدی است. به همین دلیل میگم کسانی امروز میتونن مبارزه رو عهده‌دار بشن که هیچ نقطه منفی درشون پیدا نشه که اعتماد جامعه رو بتونن جلب کنن. این جامعه امروز نیازمند این هست که به یه چیزی بتونن اعتماد بکنن. البته امیدوارم نه فقط به یک فرد، بلکه به یک مجموعه، به یک جریان، و اینجوری است که من فکر کنم ما موفق خواهیم بود. دیگه فکر نمی‌کنم از این شفاف‌تر بشه بیان کرد آدم‌هایی که سرشون به نوعی به جمهوری اسلامی وصل بوده رو برای مبارزه به هیچ عنوان بهشون اعتماد نکنه، چون اینها نقش بازی میکنن، آدمایی که ارسال شدن برای نقش. یه توصیه دیگه پادشاه داره، یعنی این توصیه رو هم گوش کنیم برگردیم. اینجاست که من میگم فرای حرکت‌های مدنی که مردم به خوبی دارن انجام میدن ولی کافی نیست، الزاماً بایستی این خلأ رو از نظر سیاسی و به خصوص این نیرو انتقالی پر کرد. بازیگران این کیا هستن؟ از دید من اون نیروهای معروف اپوزیسیون قدیم و کلاسیک نیستن. چهرهای جدیدتری باید پیدا بشن، چهرهایی که پاسخگوی امروز مردم باشن، چهرهایی که از همین نسل امروزی بر اومده باشن، نه کسانی که دستشون آلوده است و اصلا باعث و بانی این وضعیت بودن در وهله اول. این حرف من نیست، حرف میلیون ها جوان ها امروز مملکت هست. برای پیروز شدن به حرفی من 57 باید از نسل انقلابی 57 از روشون با لوده رد بشید. حالا اگر متوجه جریان شدید که فبه ها خیلی باهوشید، اگر متوجه نشدید توی یوتیوب سرچ کنید باطلاق و اپوزیسیون، دو برنامه است، یه برنامه 60 دقیقه، یه برنامه 80 دقیقه، و بشینید به تفسیر تمام این اتفاقات، اسنادش منتشر کردیم ما و همش موجوده. شاید توی اون دو ساعت و خورده‌ای بهتر متوجه بشید که در خارج از کشور، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی دو تاست، یکیش داخل ایرانه، یکیش در خارج از کشور نقش اپوزیسیون رو بازی میکنه. یه بار دیگه سوال میپرسم، به نظر شما جواد ظریف به دستور خامنه‌ای با سروس رفته بودن آش حلیم بپزن یا رفته بودن اپوزیسیون مدیریت شده رو پایه‌گذاری کنن؟ بعد از اونم که دارید میبینید دیگه دسته دسته اراذل اوباش جمهوری اسلامی ارسال میشن مستقیم به آمریکا و کانادا و امثال هم، و همشون هم توی این بنیاد دفاع از دموکراسی ها و بنیاد کوفت و بنیاد زهرمار و اندیشکده دست خر مشغول فعالیت میشن، بدونه که کسی از اینها بپرسه حقوقتون کجاست، از کجا میارید، چجوری وارد آمریکا شدید، چجوری اقامت آمریکا رو گرفتید، و همه این کارها رو جمهوری اهریمنی اسلامی انجام میده با کمک مافیای سروس. اسمش هست باطلاق و اپوزیسیون.